در کانال رکسانا افشار عضو شوید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شوید. درود خدمت شما دوستان عزیز. دفعه بعد که خواستین برنج دم کنید، قبل از آبکش کردن برنج حواستون باشه که آب برنج رو دور نریزید. آب برنج سرشار از مواد معدنی و ویتامین های زیبایی هست که هم برای پوست و هم برای مو بسیار مفید هست. سال هاست که زنان آسیایی از آب برنج برای زیبایی مو، پوست و صورت استفاده می کنند. می تونید از آب برنج به طور روزانه صبح و شب برای مراقبت پوست استفاده کنید. اما برای موها پیشنهاد می کنم هفته یک بار یا دو بار هنگام شستشو استفاده کنید. و اما موارد کاربرد زیبایی آب برنج. از آب برنج به عنوان شوینده صورت و بدن استفاده کنید. از آب برنج به عنوان یک تونر کاملا طبیعی برای پوست استفاده کنید. آب برنج میتونه منافذ پوست رو کاهش بده. برای این کار به آرامی آب برنج رو روی پوست برای چند دقیقه ماساژ بدید. اگه این کار رو به صورت مرتب انجام بدید، پوستی لطیف، سفت و درخشانی خواهید داشت. شما میتونید از آب برنج به عنوان ماسک رطوبت رسان استفاده کنید. البته میتونید چند قطره روغن طبیعی هم با آب برنج مخلوط کنید و بعد به عنوان ماسک رطوبت رسان به کار ببرید. آب برنج موها رو براق، محکم و سالم نگه می‌داره. اگه می‌خواید موهای درخشان و محکم داشته باشید، کمی هم روغن به آب برنج اضافه کنید. ابتدا موها رو با شامپو بشویید و بعد آب برنج رو روی موها بریزید و به آرامی کف سر و موها رو ماساژ بدید و بگذارید 4 الی 5 دقیقه روی مو بمونه و بعد موها رو با ملایمت بشویید. این کار رو یک یا دو بار در هفته انجام بدید. همچنین میتونید آب برنج رو داخل وان حمام بریزید یا نصف پیمانه برنج داخل کیسه بریزید و در وان حمام قرار بدید و بدن رو در این مواد جوانسازی کنید. با برنج اسکرایب بدن درست کنید. برای این کار برنج را آسیاب کنید و یک یا دو قاشق چایخوری روغن دلخاتون رو مخلوط کنید و بعد مواد رو روی پوست بمالید تا پوست را لایه برداری و تغذیه کند.